بسم الله الرحمن الرحیم. بنده دکتر مهدی فجوهش هستم، دکترای آب و خاک، و در محل تونل احداث تونل بهشت‌آباد قرار گرفتیم. همونطور که میبینید این تونل بهشت‌آباد از این نقطه شروع میشه و 400 متر این تونل پیشروی کرده، 120 متر هم در چهرمهین تونل دسترسی زدن. این تونل با طولی برابر با 65 کیلومتر، قطر دهنه 6 متر از زیر استان چهارمحال بختیاری عبور میکنه و اگر به گسل رخ برسه سبب میشه که چشمه های فرخشهر، شهر کود، تاغانک را خوش کنه و در طول مسیل گسل زاگرس را داریم که باعث خوش شدن چشمه های شلمزار و بقیه میشه. سه گسل هم در محل دریاچه سد هست، گسل دوپلان، اردل و زردکود. همونطور که میدونید 70% جمعیت استان چهارمحال بختیاری در بهشت‌آباد قرار گرفته، در حوزه بهشت‌آباد قرار گرفته و 70% آب چاه شهر کرد مرکز استان از چاه تأمین میشه آب شربش. بنابراین با زدن تونل بهشت‌آباد مرگ چهارمحال بختیاری حتمی خواهد بود. لطفاً مسئولین به داد مردم استان چهارمحال بختیاری برسید. این هم رودخانه زاینده رود هست در کنار تونل بهشت‌آباد. به نظر شما این آب کجا میره؟ آیا اصفهان کمبود آب داره؟ آیا اصفهان نیاز به این تونل داره؟ پس این آب کجا میره؟ الان بیل مکانیکی مشغول کار هست، تی بی ام ها و مته ها در کنار تونل قرار گرفته و آماده هستند به وسیله این قطعاتی که این پایین قرار گرفتن به داخل تونل منتقل بشه.